صورت مسئله های مختلفی که اساتید بی آی تعریف میکنن ممکنه اشکال مختلف داشته باشه. میخوایم راجع به اونا حرف بزنیم. یکی از ساده تریناش که به ظاهر ساده است اینه که شما توی اکسل همه گزارش ها رو بسازید. همه اتفاقات توی این تب دیتا میفته. یعنی شما باید مثلا یه سری دیتا های اکسس و وب و تکست و سورس و اینها رو داشته باشید. این که میگم سخت، خود اکسل شاید به ظاهر سخت نیاد. چند تا کاندیشن فرمتینگ و چند تا رنگ و لعاب دادن به یه سری داشبوردهای مدیریتی کار سختی نیست. اون چیز مشترکی که همه پروژه‌های بی‌آی داره تحلیله. یعنی شما همه اینا رو شما تو تمام پروژه‌های بچه‌های دانشگاه می‌بینید. اول باید تحلیل کنن ببینن اون شرکت چی می‌خواد، شرکت فرضی، دانشگاه فرضی. داده‌هاشو پیدا کنن، نقص داده‌هاشو پیدا کنن، جمع‌آوری کنن، خودشون چه یه سال زمان ببره. شما ببینید این فرم بعد یک سال پر بشه شما بتونن آنالیز کنن. بعد که اینا پر شد سال بعد تازه شما میاد روی اون لیستا شروع میکنید گزارش ها و داشبورد ها رو ساختن. اون چیزی که تو بی آی سخته و تو همه پروژه هاش مشترکه به لحاظ ابزاری شاید به نظر میاد که اکسل آسونه، اون وزنه دیگه شه. یعنی وزنه تحلیل و طراحی و پیدا کردن و کار آماری و نیازسنجی و این دو چیز هاست. یعنی این تحلیل هست یه ذره کار سخت. من چه فیلدهایی دارم چه فیلدهایی ندارم، چه دیتاهایی دارم چه دیتاهایی ندارم، این سخت‌ترین فاز مشترک. ولی از اونجا به بعد وقتی داده ها آنلاین باشن و دیتابیس قرار گرفته باشن، شما از طریق این اکسس کانکشن که حالا ممکنه قبلا یکی از این دیتا سورس ها وصل شده باشید یا ذخیره کرده باشید، وصل میشید به داده و اون چیزی که لازمه ایجاد کنه، مثلا OLDB کانکشن، ODBC کانکشن، XML دیتا یا آنالیسیس سرویس. من اگه بتونم به اون آنالیسیس سرورم وصل بشم سروره اونجا ما توسط استیتاب منیجمنت استودیو میتونیم به 3-4 جور داده بست میشیم. یکی خود استیت سروره، یکی آنلاسی سرویسه که حالا اینجا لیستش الان بیاد. اینجا تو اکسل همون روندی رو میدید که اینجا بعد از باز شدن این ویزارد میدید. یعنی اسم آنالیسیس سرور آدرسش رو میپرسه و یوزر پسوردی که بست میشه. خب اینجا میبینید وقتی من میخوام به دیتابیس انجین بستشم، یعنی اسکیل سرور های متعدد های مختلف، آنالیسیس سرویس، ریپورتینگ سرویس، اسکیل سرور کامپکت و اینتگریشن سرویس. اسکیل سرور کامپکت شخصا نمیدونم چیه واقعا، ولی خب اینا رو الان همش باش طرف میگیره. ریپورتینگ سرویس جدا وصل میشه، اینتگریشن سرویس جدا وصل میشه. چیزی که الان وصل شیم همین آنالیسیس سرویسه که خودش وصل میشه. همون اتفاق از تو اکسل میفته. یعنی من IP سرورمو میزنم، الان داره دیتابیس سرورمو میپرسه، نپرسه که چه سرویسش میخوای وصل بشه. برای همین الان ممکنه این به SQL وصل بشه. الان این اسم سرورمو داره SQL Express بزنه میشم بس ایگو کشیم پسورد بشم حالا اون بر این برم با همون نسخه های مختلفش هم هست. مثلا الان اینجا مکتب اسپیشال منیجمنت استودیو من نسخه 10.50، یعنی اسپیشال 2008 آلفا. اگه 10 رو مثلا صفر باشه یعنی اسپیشال 2008 میتونه به این وصل بشه.
من